سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوبین؟ برگشتیم با یه ویدیو یوتیوب دیگه. میخوایم توییت های برتره که شما برای این هفته برای ما فرستادین با هم دیگه بخونیم. توییت های سم داریم، غیر سم داریم، نیمه سم داریم، بریم ببینیم کدومش قشنگتر، بهتر و مشتیتره. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. لایک و همینان بزن، کامنت و سابسکرایب تو آخر ویدیو تصمیم میگیریم. من اشکانم، خیلی دوستتون دارم. بریم بهتر کنیم. یه دختر خانم نوشته پسرا چرا اینجوری نمیپوشین؟ چرا نمیپوشیم اونجوری؟ آبجی جان شما مثل که در جریان قیمتا نیست. این پسرای لباسه اسلشی که از اکثر پسرا تنشونه بنده خدا 600 700 500 300 400 یک تومن دیگه نهایته. این کوچلوار پالتوی که شما میفرستین هم پالتوش 12 میلیونه، کفشش 4 میلیونه، فیکاش حداقل دیگه نصف اینا. آبجی جان پسرای بنده خدا هم دوست دارن اینا تنشان کنن ولی نمیتنن، یعنی نمیتونن بخرن. منطقی باشن دیگه، به قرآن ما هم دوست داریم بپوشیم. بعد نگاه نکن این لباسا تن اینا اصلا یه چروک نمیافتین، یه پارچه ضد آهار چی انقدر سنگینه به بدنشون میشینه اصلا چروک نمیشه. ما پیرن تنمون میکنیم چروک 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 چروک، با خدا فرق داره ایران و خارج فرق داره. توییت بعد میشه نام اثر وقتی آشنا میبینی. دختره رفته اون پایین جای داشبورد قایم شده. دختره خاورمیانیه، کلا اینجور عربا هم اینجوری ان. 300 تا فامیل و پسرمون پسر خاله هر جا ما میریم یه چیزی بخوره، وای چه داداش هم چیز داره، وای چه داداش هم سوپرشه، وای چه داداش هم مغازه لباس فروشیشه. ای بابا کل کره زمین فامیلای شما میشن که. توییت بعدی مطمئنم اگه محسن چاوشی کنسرت میذاش همه بلیتاش تو چند ثانیه فروش میرفت. محسن چاوشی جز کسایی که من فالوش دارم، کلا فکر کنم 60 نفر فالو دارم، یکیش محسن و جز کسایی که تو درواسی فالوش نکردم و واقعا دوستش دارم، چون من که فالو نمیکنه هیچ وقت نوادم فالو کنه، من در حد اون نیستم اصلا. خیلی انسان والا و بزرگه و من بسیار دوستش دارم و کمک های خیریه میذاره تو چند دقیقه مردم براش فرم میکنن، یعنی به شدت از نظر شخصیتی مردم قبولش دارن. هر جا از خدا یارو نگهدارش. محسن دوست داریم، محسن دوست داریم. یه دوستمون توییت کرده یه فاکتور از سال 97 ببینیم، فقط 5 سال پیش. تو فاکتور نوشته بیگ برگر 180 گرمی 160000 تومان، 16000 تومان، برگر 100 گرمی 10000 تومان، فلافل 8000 تومان، بندری 7000 تومان، استیک میکس 13500، نوشابه 3000 تومان که الان شده 30000 تومان و تو بالا شهر تهران تا 35000 تومان هم یک نوشابه رو میدن. من نمیدونم چرا سوپرمارکت های تهرانی جوریه که بالا شهرش با پایین شهرش قیمتا فرق میکنه. بعد میگه آقا روی این زده 32، میگه او برای خودشون میزنن. یعنی مملکت ما صاحب که هیچی کتابم نداره، نداره. خیلی میگن آشون تو چرا جدیدن همه تام نیلات و پستای یوتیوبت همش کلاه میذاری؟ من یکی از اکسام بهم پیام داد گفت این کلاهات خیلی مسخره و شبیه احمقا میشی. منم از لجش گفتم از امروز تا 60 تا ویدیوهای دیگه هم تمام تام نیلامو با این میگیرم، ویدیو یوتیوبمو اکثرا کلاه همینو سرم میکنم میگیرم از لجش. تاکسیک باشه. توییت بعدی فردین گفته پسر ایرانی دو نقطه، یعنی هر پسر ایرانی خیلی دوستش دارم ولی پولم نمیرسه. دقیقا من اینو تجربه کردم بچه ها. وقتی چند سالم بود 17-18 رفتم سر قرار، دختره یک نگاه کرد، یک لبخندی زد، گفت عزیزم تو لیاقتت خیلی بیشتر از ماه. گفتم ای به گردم آبجیره، دست شما درد نکنه، رید بیکل ما رفت. از او روز تا الان مو دیگه مثل سگ دارم کار میکنم و دنبال کسب درآمدم تا دیگه کسی به ما برنگرده بگه برو دنبال لیاقتت. و الان هر کی رو نگاه کنه میگه ما که معیار ما پول بود، ما که با هیچ چیز ساختم. آبجی جان میدنه ما منظور ما شما نیستی، به خدا منظور ما شما نیستی. بعضیا که خیلی عددشون کمه پول واسه شون مهم. آقا مثلا طرف میگه من توقعی ندارم که برای من خرج کنه، فقط مثلا یه همون در حد کافی شاپ. آبجی همون کافی شاپ بیرون تو تهران باشی که بالا 1 میلیونه، خب تو شهرستان هم باشی حداقل 400 500 هزار تومان، به خدا پول کمی نیست. آبجی الان حقوق بنده خدا میگیره مای 9 تومان با قرآن مجید، یعنی توقعا رو یک خورده اگه بیارن پایین به نظر ما بهتره. بازم خود دانی. بعد میگن چرا خیانت میکنه؟ خیانت میکنه چون میرین با 1%. خیانت ها رفته بالا چون شما میرین با اون 1% جامعه دوست میشین که همه دوستان با اونا دوست بشن. پسر بنزدار قد 190 باشگاه بروی مشل سرتاپا مشکی پوشه گچلوار پوش، معلوم عزیزم خوبه، ما هم میدونیم خوبه، ولی خب اونا همه میخوان و انسان هم که میدونین جایز الخطاست و پسرا هم زود گول میخورن. توییت بعدی یه دوستی گفته دوستای واقعی وقتی میرن رستوران هر کدوم یه غذای متفاوت سفارش میدن و با هم نصف میکنن که از همش مزه کرده باشن. من حد آب میوه رو این کارو میکنم.
حالا شما بعد وقت فقط فکر کنین عجب آدم کثیفی، ولی ما باید به شما بگم که هر کدوممون از یک نی استفاده نمیکنم، با نیای همم بخوره و بله ما کثیفیم. توییت بعد نمیشه حجم استرسی که روزانه منو تهدید میکنه. من درس و دانشگاه، خانواده و آدمای اطرافم زیاد فکر کردن درباره اتفاقات آینده. واقعا در مورد هر جوان ایرانی، چه دختر چه پسر، به نظر من این صدق میکنه و حقیقت داره. چقدر شبیه کابویایم با این لباسه. توییت بعد گفتن یک فکت، نچرال عملی واسه پسرا فرقی نداره. پسرا هر کی که خوشگل باشه رو دوست دارن. درسته. کاملا درسته و مخصوصا اگه ابعادشان بزرگ بشه. دیگه مو هرچند بگم نه پسرا اینجوری نیستن آقا، خوششان میمون چه کار کنم؟ ما هر رفیقی دارم هر کی میشه سن مدرسه دانشگاه سر کار اینستا توییتر یوتیوب هر جا رفتم برارامون کلن علاقه زیادی دارن دیگه. حتی پسر نمیشه دوش من دیگه اگر سنگل بودم جنسیت برام اختیاریه، برام زیاد. ایوه بیچه بعد میشه نام اثر شبایی که قرار نیست راز نگفته باقی بمونه. نگاه کن 5 تا دختر از یک اکیپ که یک جا باشن، تا از شورت دوست پسرش تا ای که جورابش پری شب رفته بودن رستوران سوراخ بوده به هم میگن. حتی مسائل خصوصی شوهراش نابجی های گلوم، فکر نمیکنین بهتر یک سری مسائل نگفته بماند آبجی های عزیزم؟ در ضمن پیام که به دختران میدین تک 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 همجوری گوشیش رو حالت رعد و برق همجوری سفید میزنه، یعنی همجوری تون 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 برنامه چیزی هم یاد گرفتن اسکرین برای خودت میفرستن، بعد میگن حرفات یه بار دیگه بخون ببین تو اگه اینو میخوندی ناراحت نمیشدی. یه شگرد جای چنه حواستان بشه. توییت بعد کالاماری نوشته سلیقه 90% مادر شوهرها کوزت، اگه اشتباه نکنم این آره کوزت بود که مثلا یه تایمی در 60 یا دختری که زیاد کار میکرد میگه مگه من کوزت تنبور گم شو. مثلا کوزت به عنوان کسیه که فقط داره کار میکنه و زحمت میکشه و کلفتی میکنه، دخترایی که زیاد کار میکنن هم بهشون میگن کوزت. بینگو. توییت بعد میشه چقدر غم داشتین آگهی، نوشته گم شده همسایه‌های محترم توپزی سبز ملنگوی من گم شد، از یابنده تقاضا دارم عاجزانه اگه میخواد بفروشه به خودم بفروشه، میخواد بره مغازه دار به من بفروشه، مجدگانی خوبی هم میدم. توتی من حساس بیمار سرلاک میدادم بهش، جای نمونه قصه میخوره. خدا توتیش براش پیدا کنین خدا. توییت بعد گیلبرت گفته تور کبیر ساعت 1 شب، همه به هم شب بخیر گفتن اما کسی نمیخوابید. به جون مادرم قسم باشگاه بدنسازی بودم، دو تا رفیق بودیم، من گفتم برار گفت جان برار همی کبیر بره چی میرن، گفت کبیر چیزی نداره، گفتم ما هم همیره میگم کبیر که چیزی نداره. یک از رفیقامونو برگا کبیر برار پر زیده، از اون لحظه بعد من دیگه چی نگفتم. فهمیدم که چرا کبیر میرن و متاسفانه ما کبیر نمورم، میگم زید گیرشان نیاد ما گیرشان بیاییم دیگه، اینا که جنسیت دراشان فرقی نداره نمخوابن. توییت بعد گفته صبحونه به جای چای شیرین و مربا پلوتون بخور، هم سالم هم چاق نمیشه هم دوزور گشته نمیشه. من و خودم و ادیتورم 70% غذامون پلوتون تشکیل میده و به نظرم خیلی خوشمزه میشه، فقط یکم خشک در میاره، یکم خشکی رو بگیره بیشتر آب بریزه، به نظرم یکم سالم ترین غذا رو ما داریم میخوریم. ولی خب قدیم کارگرا تون مایه میخوردن، تا تون مایه شده 70000 تومان، کارگر که روز 300000 تومان در میاره دو تا تون بخوره که درآمد روزش تموم شده. خیلی ممنونم که همراه من بودین، من اشکانم، لایک کامنت